با سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان و زبان آموزان عزیز بسیار خوش آمدید به بیستمین جلسه آموزش انگلیسی با زبان اقتصاد امروز میریم سراغ یکی از مهمترین موضوعات در زمینه ترید و اون هم موضوعی نیست جز ریسک Management. When we're talking about risk management, the first thing that you need to understand is how we can control, adjust, and manipulate Our risk. From risk tolerance to risk appeal, we are going to cover all the important topics. امروز میخوایم بریم سراغ مفهوم ریسک management. به هر حال همه عزیزانی که در حوزه ترید دارن فعالیت میکنند مهمترین چیزی که براشون حائز اهمیت اینه که امروز که من میخوام این ارز رو یا این کالا رو یا این کامادتی رو یا این سهام رو خریداری بکنم و به حال برای خودم یک مارجنی رو قرار دادم چی کار باید بکنم که بهترین نتیجه رو بگیرم و از این ریسکی که دارم میکنم طبعا سربلند بیرون بیام 90 درصد افرادی که در حوزه‌های مالی دارن فعالیت میکنند امروز میخوام یه خبر بسیار مهم رو بهتون بدم متاسفانه دو چهار گامبلرز فالسی هستند گامبلر فالسی یک مفهومی هست چون گامبلر میشه قمارباز و فالسی هم میشه اشتباه گامبلرز فالسی موقعی اتفاق میفته که من مثلا میام روی یک بازی فوتبال شرط میبندم هیچ اطلاعی از فوتبال ندارم هیچ اطلاعی از اون تیمی که علاقه بش دارم ندارم و صرفا برای هیجانی که قمار به من میده من وارد این حوزه میشم این رو در حوزه های مدیریتی و ریسک منیجمنت و مدیریت ریسک بهش میگن گامبلرز فالسی یعنی یک اشتباهی که قماربازانه آدم رو باعث شکست میاره خوب دقت کنید ما وقتی که میخوایم سهامی رو تهیه بکنیم طبعا یه درصد ریسک داره به هر حال ما صد درصد مطمئن نیستیم که موفق میشیم و هیچ وقت هم صد درصدی وجود نداره همیشه شما وقتی یک ارزی رو تهیه میکنید احتمال اینکه اون بالا بره و شما بتونید سود بکنید یه درصدی هست حالا بین یک درصد تا 99 درصد معمولا این عدد وجود داره هیچ وقت صفر مطلق نیست و هیچ وقت صد مطلق نیست اما سوال اینجاست که من به عنوان یه تریدر وقتی میخوام میام یک سهامی رو تهیه بکنم باید اون تصمیم گیری ریسکم رو چجوری اتخاذ بکنم یا در زبان انگلیسی چیزی که ما بهش میگیم How can I execute my decision so that my risk management could be feasible, could be controllable, could be appealing من چطور میتونم یک تصمیم گیری بکنم در حوزه اقتصاد و در تصمیمات خرید و فروش هم که اون درصد ریسک بتونه کنترل شده باشه بتونه منطقی باشه امروز میخوایم بریم در مورد ریسک منیجمنت صحبت کنیم مدیریت ریسک اول از همه بیایم با این جمله زیبا شروع بکنیم The biggest risk in life and the biggest risk all over the world is not taking risk at all is not taking risk in life همونطور که گفتیم ریسک کردن و ریسک کردن های غیر هوشمندانه خیلی خطرناکه اما برعکسش هم باید بگیم هیچ چیزی همونطور که در جمله دارید میبینید در این زندگی خطرناکتر از ریسک نکردن نیست بله دوباره تکرار میکنم هیچ چیزی در این دنیا خطرناکتر از ریسک نکردن نیست خوب دقت کنید خیلی از ماها این تصور و این توهمه داریم که اگر توی زندگی در یک کامفورت زون خودمون در اون حوزه اطمینان خاطر خودمون بمونیم صد در صد این میتونه تضمین کننده موفقیت ما باشه هیچ چیزی دور از حقیقت مثل این جمله نیست دلش هم خیلی ساده است ما چون در یک دنیای زندگی میکنیم که منوط زمان و مکان هستش و چون همه چیز در حال تغییره حتی شما شاید باورتون نشه ولی سلول های بدنتون هم الان در حال تغییره شما هر پنج سال هر ده سال وقتی که حالا برید برای چکاب و اینها میبینید که یک سری از تیشوها یک سری از سلول ها داره از بین میره و جایگزین میشه یعنی در واقع من یه مثال براتون بزنم کامل براتون جا میفته اگر یاد پنج سال پیشتون بیفتید که چه آدمی بودید میبینید یک آدمی 180 درجه متفاوت نسبت به الان بودید و حق دارید چون انسان هم از نظر فیزیولوژیکی و هم از نظر سایکولوژیکلی همینجوری در حال تغییره پس انسانی که تصمیم میگیره تغییر نکنه این انسان is bound for failure یعنی راهی نداره جز شکست چرا چون دنیا داره تغییر میکنه بدنش داره تغییر میکنه روح و روانش داره تغییر میکنه پس اگر بخواد با تغییر در واقع همسونشه یا yeah, if you don't want to embrace change you will be destroyed by it. اگر تغییر رو در آغوش نگیرید نابود تغییر خواهید شد بر همین ریسک کردن قسمتی از زندگی لازمه زندگیه شما همیشه هر روز صبح که از خواب بیدار میشید همی که تصمیم میگیرید برید پشت فرمون بشینید ماشین رو روشن کنید و برید به یک مقصدی برای یک کاری یه درصد ریسکی هست که ممکنه تصادف کنید ممکنه اتفاقی براتون بیفته ماشین خراب شه و هزار و هزار و هزار, و هزار یک اتفاقی که ممکنه براتون بیفته برای همین ریسک نکردن بیمناست ریسکی وجود داره برای هر کاری که شما انجام میدید اون چیزی که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم اینه که من چطور میتونم ریسک خودم رو کنترل بکنم و برای همین اولین چیزی که شما باید بهش دقت بکنید ریسک identification هست یعنی تشخیص ریسک که ریسک در واقع به چه معناست همطور که بر روی تصویر میبینید the first step in the risk management process یعنی اولین قدم در فرایند مدیریت ریسک is to identify all the events اول از همه شما باید تشخیص بدید تمام ایونت هایی که that can negatively or positively میتونه تأثیر مثبت و یا تأثیر منفی بر روی پروژه شما داشته باشه شما الان تصمیم میگیرید که یک پروژه راه ساختمانی رو شروع بکنید صد درصد یک سری فاکتورها هست که ممکنه پروژه شما رو با شکست روبرو بکنه و یک سری فاکتورها هست که ممکنه پروژه شما رو با موفقیت روبرو بکنه اولین کاری که باید بکنید باید ببینید پازیتیو ریسک کجاست و نگاتیو ریسک کجاست پس ریسک شد دو قسمت پازیتیو ریسک اپورتونتیز یعنی ریسک مثبت که ما بهش میگیم اپورتونتی یا فرصت و دومی نگاتیو ریسک یا ریسک منفی که ما بهش میگیم کرایسیس یا بحران فقط یه نکته رو خیلی دقت بکنید و اونم اینه که در خیلی از زبانها واجهی که برای کرایسس یعنی بحران به کار میبرن و واجهی که برای اپورتونیتی یا فرصت به کار میبرن واجه های مشابهی است حتی در انگلیسی اصطلاحی است که ما میگیم every crisis lies hidden opportunity for every opportunity lies a hidden crisis در هر بحرانی فرصتی نهفته است و در هر فرصتی بحرانی نهفته است همون تفکر یینگ یانگ تاویزم هست که همیشه وقتی اتفاق بد تو زندگیتون میفته اگر خوب دقت کنید شاید یک فرصت طلایی بر زیر آوار اون بحران نهفته است در انتظار شما الماس زیر رکج که باید پیداش بکنید و بالعکس خیلی موقع یه فرصت طلایی براتون به وجود میاد و باید خیلی مراقب باشید چون ممکنه همون فرصت طلایی تبدیل بشه به یک بحران غیرقابل برگشت یا irreversible crisis برای همین چیزی که ما در ریسک منیجمنت خیلی بهش دقت میکنیم این دو تا فاکتور اصلی هست positive و negative risk. ریسک ریسک مثبت و ریسک منفی ریسک مثبت یعنی همون فرصت های طلایی که نباید از دستشون بدیم چون اونهاست که ما رو موفق میکنه در یک معامله در یک قرارداد در یک حرکت اقتصادی و بالعکس بحران های اقتصادی که نهفته است و اگر حواسمون نباشه ممکنه در اون بحران ها بیافتیم و به حال به عنوان یک تریدر کاملا با اینا آشنایی دارید خیلی موقع ها میبینید که یک ارزی حالا پامپ میشه دامپ میشه به حال به وجود میاد و شما میمونید که الان اگر من این ارز رو تهیه نکنم آیا fear of missing میشم ترس این که ممکنه من جا بمونم و ممکنه من یک سود بزرگی رو از دست بدم پس این فرصت تلالی از دست ندم و میرید اون ارز رو میخرید بعد اون ارز سقوط میکنه و متاسفانه شما دچار لاس میشید چرا؟ چون اون اپورچونیتی نبود بلکه یک کرایسس بود پس همیشه این دوگانه یا این دایکارمی که ما داریم در بحث اقتصاد بسیار مهمه در بحث ریسک منیجمنت اون هم دایکارمی یا دوگانه بین کرایسس بحران و اپورتونیتی فرصت هستش حالا بیایم ببینیم برای اینکه بخوایم موفق بشیم باید به چه چیزهایی دقت کنیم مورد اول پراجکت مایلستون این واژه رو حتما امروز بنویسید شما قبل از اینکه پروژه رو شروع بکنید قبل از همه چیز باید برای خودتون اوتلاین بکنید مشخص بکنید هدف من از وارد شدن به این پروژه یا این معامله چیه چه چیزی رو من به عنوان موفقیت ترسیم کردم من شما رو به ارجاع میدم به ولدیکتورین سپیچ آقای دنزل واشنگتن آقای دنزل واشنگتن برنده جایزه اوسکاری که از بهترین هنرپیشه هالیوود هستند ایشون در اون سخنرانی معروف خودشون که در واقع به عنوان در واقع سخنرانی ویژه برای فارغ تحصیلان داشتن ارائه می گفتند Dreams are good But dreams are meaningless without goals رویا پردازی خیلی خوبه ولی رویا بدون هدف است You need to have annual goals, monthly goals, weekly goals, daily goals. شما برای موفقیت باید اهداف سالانه، ماهانه، اهداف هفتگی و اهداف حتی روزانه داشته باشید. فراموش نکنید دوستان تمام افرادی که چه در حوزه ترید چه در حوزه‌های دیگه موفق شدن انسان‌هایی بودند که اسکیجولینگ داشتند. برنامه ریزی داشتند یعنی برای خودشون مانند همین برنامه آموزش زبان انگلیسی که دارید میبینید بران جلسه 20 میشیم طبعا در گذشته برنامه ریزی و سیلابس دیزاین این آموزش انجام شده که حالا هر هفته شما دارید این آموزش رو به صورت منظم میبینید و دارید استفاده میبرید و هر روز داره انگلیسیتون بهتر و بهتر میشه پس برای رسیدن به هر موفقیتی چه در یادگیری زبان انگلیسی چه در ترید چه در هر کار دیگه شما اول باید مایلستون خودتون رو مشخص کنید بگید من میخوام سال دیگه در چه موقعیتی باشم من میخوام ماه دیگه کجا باشم من میخوام دو سال دیگه کجا باشم من میخوام وارد این معامله بشم و به چه سودی در یک ساعت آینده در یک روز آینده در هلدینگ دو سال آینده این ارز برسم وقتی شما این رو مشخص میکنید این باعث میشه خیلی از شما ممکنه بپرسید خب حالا من مشخص نکنم فل وارد بشم چه بدی داره من اصلا آدمی هم از برنامه ریزی بدم میاد دوست عزیز فل بودن در واقع تصمیمات یک جا گرفتن دیسایسیف بودن به حال انسان شاداب و همیشه سر حالی بودن و به دنبال احساسات جدید و ت... کارهای جدید بودن هیچ منافاتی نداره با برنامه ریزی برنامه ریزی یک دیسپلینیه که شما برای خودتون قرار میدید برای ریسک منجمنت چون شما هر کاری بخواید انجام بدید باید یک محاسبه ای بکنید در اینکه من وارد این حوزه میشم انقدر انرژی یا هزینه یا وقت میذارم چه چیزی میخوام ازش به دست بیارم تا بتونم حرکت بعدی خودم رو برنامه ریزی کنم حتی اگر شما شخصیت فلبداهی باشید باز هم در هر صبحی که از خواب بیدار میشید یک کارهایی در اون روز انجام میدید و اون کارها دو حالت داره شما قله ورست رو مشخص کردید و دارید هر روز 100 متر، 200 متر، 1000 متر دارید ارتفاع رو بالا میرید شما یا ده روز آینده یا صد روز آینده بالاخره به قله ورست میرسید چرا؟ چون هدف قله ورسته شما پایین دامنه هستید هر روز هم دارید یه مقداری از این مسیر رو میرید یه مثال خیلی ساده بزنم شما را میفتید برید مثلا شمال برید جایی روی جی آدرس رو میزنید زده شما دو ساعت و 25 دقیقه دیگه میرسید نمیدونم انقدر کیلومتر هم فاصل است هرچقدر چقدر راه میافتید اون کیلومتر کمتر میشه زمان کمتر میشه و در انتها شما به مسیر میرسید اما حالا تصور بکنید شما بیاید توی خیابون و شروع بکنید به دور دور نه شما جایی میرید نه به جایی میرسید چیزی که آقای دنزل واشنگتن در همون سخنرانی والیدیکتورین سپیچش خیلی قشنگ در اون والیدیکتورین خودش میگه میگه don't confuse movement with progress اشتباه نکنید حرکت الزامن پیشرفت نیست ما یه مفهوم داریم پیشرفت یه مفهوم داریم حرکت این دوتا با هم خیلی فرق میکنن شما وقتی میگید حرکت یعنی چی؟ یعنی movement وقتی میگید پیشرفت یعنی چی؟ یعنی progress تفاوتش میدونید چیه؟ تفاوتش در هدفه در مایلستونه شما وقتی مایلستون دارید یعنی وقتی مشخص میکنید هدف من قله ایورسته قله دماونده اصلا آبشار دو اینجوری بگم دروند که تشریف بردید وقتی هدفتون مشخصه شما یا تا زور اونجا میرسید یا تا بعد از زور بالاخره اونجا میرسید حالا به هر سرعتی حرکت کنید اما اگر هدفتون رسیدن به هیچ قله ای نباشه تشریف میبرید دروند یه دورم میزنید حالا ممکنه قلیون یا چای یا هر چیز دیگه در واقع استفاده کنید با دوستانتون و بعد برگردید منزل شما به جایی نمیرسید ما در زندگی خیلی موقع اشتباه میکنیم بین موومنت تحرک و حرکت و پروگرس پیشرفت پروگرس مستلزم داشتن هدفه شما اگه هدف نداشته باشید غیر ممکنه که بتونید موفق بشید برای همین فراموش نکنید داشتن هدف درست آدم نباید انقدر خودش رو درگیر رسیدن به مقصد بکنه و بعد از مسیر لذت ببره این منافاتی نداره با اینکه شما اگر هدف نداشته باشید اصلا حرکت شما بیمعنا میشه پس خوب دقت کنید داشتن پراجکت مایلستون یا هدف مهمترین چیزه مورد دوم فاینانشال تراجکتوری اف دی پراجکت خیلی از دوستانی که در حوزه اقتصاد فعالیت میکنن با این واژه آشنایی دارن برای دوستانی هم که نمیدونن من امروز توضیح و میدم تریژکتری موقعی هست که شما میایید میگید من امسال فروردین ماه وارد این بحث اقتصادی میشم به دنبال این هستم که اسفند به اینقدر سود برسم حالا مثلا یک سود 250 درصدی یک سود 300 درصدی یک سود اصلا 10 درصدی 20 درصدی یا هر چقدر این میشه ترژکتوری شما یعنی اون پیشبینی شما اون چشمنداز شما از اینکه موفقیت مالیتون در اون پروژه که دارید وارد میشید چقدر هستش شما اگر این ترژکتوری رو نداشته باشید و محاسبه نکنید این ورود شما به این معامله بی یه مثال عینی بزنم برای دوستانی که ترید میکنن که قشنگ قضیه براتون جا بیفته یه مثال واسه میزنم شما به عنوان یه تریدر میاید مثلا حالا یو اس دی رو حالا پوند انگلیس حالا یه ارزی رو طلا رو اصلا روش سرمایه گذاری میکنید وقتی وارد این معامله دارید میشید باید یه تراجکتوری از خودتون داشته باشید یعنی بگید که من الان وارد این معامله میشم و به دنبال این هستم که مثلا این درصد سود رو داشته باشم و بعد بیام بیرون از معامله این باعث میشه که شما دوچار گرید و فیر نشید دوچار هرس و ترس نشید چرا چون ممکنه ارز بیفته پس چون شما شما دوباره ترس میشید همون ترس باعث میشه بیشتر ضرر بکنید و یا بالعکسش ممکنه سود کنید و بعد گریدی بشید هرس بزنید بگید من بیشتر پول میخوام و همون باعث بشه که شکست بخورید برای همین داشتن یک ترجکتوری بسیار مهمه در ورود به یک معامله این واژه رو حتما بنویسید چون بعدا باش خیلی کار دارید you need to understand your financial trajectory before you enter Uh, an economic deal or any kind of or any form of investment اما بریم سراغ project scope scope یعنی اون چشم که شما از یک پروژه دارید وقتی وارد یک سرمایه گذاری میشید باید بدونید که من میخوام در انتهای اون به چه نقطه‌ای برسم و این چشم انداز میتونه به شما کمک کنه که تصمیم درستی بگیرید حالا these events یعنی این تصمیمات و این کارها can be listed میتونه لیست بشه in the risk matrix در ماتریکس ریسک and later captured in risk register خوب دقت کنید دوستان ما در تصمیم گیری هامون دو حوزه داریم یکی ریسک اپیل و دیگری ریسک تولرنس که خیلی از دوستان که در حوزه ریسک منیجمنت کار میکنن با این آشنایی دارن ما حدودا تا 60 درصد ریسک اپیل داریم و از 60 درصد به بعد ریسک تولرنس داریم و وقتی میشه به 100 درصد دیگه میشه دینجر این در ریسک الان بهتون توضیح میدم اگر روزی عزیزی اومد پیش شما گفتش فلانی من یه پروژه یه حالا پانزی هست نمیدونم حالا هرچی واردش بشه و 400 درصد سود داره تضمین 100 درصد مطمئن باش توی این معامله وارد بشی تا سود میکنی من کاری ندارم تو بحث‌های ارز دیجیتال یا تو بحثای بازار بورس حتی تو دنیای واقعی حتی تو بازار مسکن اگه کسی اومد به شما گفت آقا این خونه رو بخر مطمئن باش 100 درصد سوده بدونید 100 درصد کلاهبرداریه اگر کسی به شما گفت کاری 100 درصد موفقیت بدونید 100 درصد کلاهبرداری خوب به این جمله دقت کنید 100 درصد موفقیت مساوی 100 درصد الان بهتون توضیح میدم که یعنی چی ببینید وقتی یک مرد و زن با هم ازدواج میکنن و میخوان بچه دار بشن چیز به این سادگی خب که همه ما فکر میکنیم خب به حال با یه با هم بودن بچه به وجود میاد همه ما میدونیم که اینطور نیست همه ما میدونیم که اینطور نیست دو نفر میتونن با هم وارد رابطه بشن و خیلی هم سعی بکنن سالها هم تلاش بکنن ولی بچه دار نشن چون بچه دار شدن خودش یک سرمایه گذاری است که صد درصد نیست اصلا اون بچه به وجود بیاد اون همسر حامله بشه ممکنه خدای نکرده سخت بشه از بین بره بچه به دنیا بیاد بیماری بگیره هزار یه دونه اتفاق که میتونه تضمین کننده این باشه که این سرمایه گذاری که این افراد وقت گذاشتن هزینه گذاشتن هیچ جواب ملموسی نداشته باشه یه مثال دیگه براتون میزنم توی کشاورزی فکر کنید شما یه زمینی دارید تو این زمین شروع میکنید محصولی رو کاشتن آیا صد درصد تضمینه که شما صد درصد محصولتون بار میاره و شما میتونید روی اون صد درصد هاروست من به فارسی نمیدونم فار هاروست که ما میگیم در واقع موفقیت دروه صد درصد شما هاروست خواهید داشت؟ نه آقا یه دونه گیاه شما آفت میگیره زمین مشکل پیدا میکنه خوشکسالی میشه کمبود بارون هزار و یه دونه اکسترنال factors هست های بیرونی است که باعث میشه سرمایه گذاری شما صد درصد نباشه حالا تصور بفرمایید در دنیای اقتصاد شاید حس نکنید ولی دنیای اقتصاد هم مثل دنیای کشاورزی مثل دنیای روانشناسی مثل دنیای جامعه شناسی مثل هر چیز دیگه ای تو این دنیا در چهارچوب ریسک تالرنس و ریسک اپیل قرار میگیره یعنی تا 60 درصد احتمال موفقیت هست و 60 درصد تا 100 درصد یعنی 40 درصد هم احتمال شکست هست هر سرمایه گذاری شما وارد بشه آقای وارن بافه جمله قشنگی داره میگه بین 40 تا 70 درصد اگر فکر میکنید در این زمینه موفق میشید اون ریسک بکنید و اون اینوستمنت رو انجام بدید اون سرمایه گذاری رو انجام بدید چرا به خاطر اینکه زیر 40 درصد من با شما هم عقیدم. کار اشتباهیه اگر به من بگید وارد حوزه بشم که زیر 40 درصد نسبت بهش اشراف دارم من هیچ وقت سرمایه گذاری نمی کنم چون احتمال موفقیت من در اون حوزه خیلی پایین میره ریسک اپیال من خیلی پایینه به اصطلاح افرادی که در حوزه ریسک منیجمنت کار میکنن اما و اما و اما اگر شما به من بگید این سرمایه گذاری 99 درصد 100 درصد موفقیت ها میزه من دیگه شک می کنم. این دیگه سرمایه گذاری نیست چون سرمایه گذاری خوب یه چیزی بین 40 تا 70 درصد ریسک این منطقیه شما هر بار که میخواهید ارز رو تهیه بکنید معامله ای بکنید این فرمول هفتاد رو به یاد داشته باشید یعنی چی یعنی اگه اطلاعاتتون نسبت به وایت پیپر اون ارز دیجیتال نسبت به اون سهام نسبت به فاندامنتال نیوز طلا نفت هر چیزی زیر 40 درصد وارد اون معامله نشید چون احتمال شکست شما خیلی بالاست و اگر فکر میکنید که بعد وایسی تا احتمال موفقیتتون به 100 درصد برسه مطمئن باشید شما 100 صد درصد دارید اشتباه می کنید مانند 1300 و فکر کنم 82 یک بود 82 بود که خیلی از بانک ها در ایران سودهای بسیار هنگفتی رو شروع کردن دادن واسه اینکه مردم پولاشون رو بیارن بذارن تو بانک و سود بگیرن همون موقع من به دوستانم میگفتم این کار رو نکنید وقتی فلان بانک به شما داره 27 درصد سود میده ولی تورم کشور بالای 30 درصده شما 27 درصد سود نمیگیری که شما عملا داری 3 درصد پول خودت رو به دور میریزی اگر اون پول رو بیای باهاش خود رو تقیح تقیح بکنی، مسکن تهیه بکنی، یک کسب و کاری رو را بندازی خی... با اینکه احتمال موفقیتت صد درصد نیست ولی خیلی سرمایه گذاریه بهتریه پس اینجا وقتی ما در مورد اون ریسک میتریکس صحبت میکنیم یا ماتریکس ریسک یعنی اون فاکتورهایی که باعث موفقیت ریسک میشن منظورمون این موارد هست حالا ادامه بدیم ببینیم ریسک چی میتونه باشه ریسک اور یعنی اون ریسکی که میتونه بحران باشه یا فرصت چیه is characterized تشخیص داده میشه by its description با توصیفش causes and دلایلش و تأثیراتش Qualitative assessment ارزشیابی کیفیتیش quantitative assessment ارزشیابی کمیش دوستان دقت کنید qualitative کیفی quantitative کمی شما هر تصمیم که میگیرید باید quantitatively و qualitatively از دو بود اون رو ارزشیابی بکنید در یک مثلا قرارداد کاری که میبندید دو چیز رو همیشه باید در نظر بگیرید جاب سکیوریتی جاب satisfaction. یکی رضایت شغلی یکی امنیت شغلی اگر خیلی به رضایت شغلی فکر کنید به امنیت شغلی فکر نکنید شکست میخورید خیلی به امنیت شغلی فکر کنید به رضایت شغلی فکر نکنید شکست میخورید یه مثال خیلی عینی براتون میزنم فکر کنید شما تصمیم گرفتید که در یه بیمارستان کار کنید به عنوان پرستار یه معلم کار کنید در یک دانشگاه یک نمیدونم منشی بشید در یه شرکت شما اگر بیاید قراردادی رو ببندید که توی اون قرارداد خیلی دقت کنید که حقوقتون بالا باشه امنیت شغلی داشته باشید بیمه واسهتون رد کنن همه اینا ولی در کارتون رضایت نداشته باشید و هر روز رفتن سر اون کار عذاب باشه خب شما دوام نمیارید بلعکس اگر کاری رو انتخاب بکنید که خیلی بهتون لذت میده خیلی بهتون انرژی میده ولی نه حقوق درستابی داره نه تضمین کاری داره نه بیمه رد میشه هیچی هیچ جاب سیکیورتی نداره شما بعد از این مدت با این مشکلات عدیده اون کار روبرو میشید همیشه برای موفقیت در کار باید دو تا چیز رو در نظر بگیرید جاب security as important as job satisfaction. همیشه امنیت شغلی به اندازه رضایت شغلی و رضایت شغلی به اندازه امنیت شغلی حائز اهمیت بر همین اینجا ما همیشه اون کوالیتیتیف اسسمنت میکنیم یعنی ارزشیابی کیفیتی و کوانتیتیف اسسمنت یا ارزشیابی کمیی که جاب سیکیورتی یا امنیت شغلی برمیگرده به کوانتیتیف اسسمنت در حالی که رضایت شغلی طبعا برمیگرده به کوالیتیف اسسمنت and میتیگیشن plan حالا میخوایم امروز در مورد میتیگیشن صحبت کنیم حتما این واژه رو همین الان بنویسید توی دفترتون چون باهاش خیلی ما کار داریم ببینید دوستان در حوزه ریسک منیجمنت به حال بین علما بحث هست بین چهار، پنج، شش یا هفت کاری که سرمایه گذار باید انجام بده برای موفقیتش حالا امروز وارد این حوزه نمیشیم خیلی در جلسات آتی میایم این قضیه رو بیشتر با هم باز میکنیم امروز فقط خیلی به قول معروف بر uh, اوورویو uh, شما به شما بدم که در کل به چه شکل هست چون وقتی میخواید تصمیم بگیرید مرحله اول آیدنتیفیکیشن هستش یعنی شما باید تشخیص بدید که چیکار میخواید بکنید مرحله دوم انالیسس هست یعنی باید کامل آنالیز بکنید فاندامنتال نیوز نمیدونم تکنیکال analysis تمام آنالیز رو داشته باشید که این ارزی که میخواید تهیه بکنید به حال چند درصد احتمال موفقیتتون هست قسمت سوم دسیژن و اگزیکیوشن هست ما در جلسات گذشته واژه اگزیکیوشن رو کار کردیم میشه اجرا و اگزیکیوشن یعنی شما به هر حال پشت سیستم هستید یه جا باید بگید بای یه جا باید بگید سل نمیتونید تا صبحی نگاه بکنید مانیتر رو این کار رو بکنید موفق نمیشید در حال شما در مرحله سوم ریسک منیجمنت باید تصمیم گیری کنید این میشه مرحله سه مرحله چهار میتیگیشنه که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم خوب دقت کنیم ما وقتی میخوایم وارد یک برحال معامله بشیم خیلی موقع ها چون لحظه فراموش نکنید انسان ها با مغزشون تصمیم نمیگیرند تمام ماها بلا استثناء بلا استثناء بلا استثناء با قلبمون تصمیم میگیریم یعنی اگر یک لحظه به خودتون فریب دادید که نه من آدم منطقی هستم <applause> بدونید عجیب در اشتباهی چون این در روانشناسی ثابت شده است همه ما آدم ها و الان امروز بهتون ثابت میکنم از نظر اصلا نورولینگویستیکی از نظر عصب شناسی ما انسان ها مغزمون وظیفه تشخیص خطر رو داره و جلوگیری ما از اینکه یک کار خطرناک انجام بدیم و به خودمون صدمه بزنیم مغز ما برای سروایوال ما طراحی شده برای بقای ماست هدفش یه هدف بیشتر نیست نرو نبین نکن نه نش نه 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 مغز فقط بهت میگه نه نه صبح که از خواب بیدار شو مغزته که میگه نه بیخیال ولش کن بشین زنگ نزن بز بعدا مثلا مهم نیست ان شاء این همش مغزه قلب که به یک باره یک به حال پمپاژ خونی انجام میده به اقسانقات بدنت و به تو میگه برو بکن بیا بزن و به تو انرژی میده برای اینکه بلنشی و حرکت کنی قلب انسانی که در واقع به ما انرژی میده برای اکزیکیوشن و تصمیم گرفتن و ما همه تصمیماتمون احساسیه بلا استثنا مغز ما فقط وظیفش اینه که تصمیمات ناخردمندانه ناعقلانی قلبمون رو کنترل کنه یعنی اون لحظه ای که ما میخوایم یه کار فوق العاده احساسی رو انجام بدیم مغزه که میاد میگه نه 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 الان که داری مثلا گاز میدی مواظب باش ممکنه تصادف کنی الان که نمیدونم مثلا میخوای این ارز رو بخری مواظب باش ممکنه ضرر کنی پس انسان ها دایکارمی و دوگانگی وجودشون بین دو تا برهه گیر کرده اصلا این دوگانگی که شما در عالم میبینید انعکاسی است از این دوگانگی که در وجودیت ما وجود داره و اون دوگانگی بین قلب و مغزه یک ارگان شما یک اینترنال ارگان شما یک عضو بدن شما فقط میخواد حرکت کنه و باشه و یک عضو شما وظیفهش اینه که هی مثل افسار شما رو عقب بکشه و نظره که خدایی نکرده به خودتون صدمه بزنید پس زندگی چیزی نیست جز این ریسک تیکینگ و withdrawal به خاطر دینجر برای همین شما همیشه دوچار فیر و گرید میشید در, محال... در بازارهای مالی چرا؟ چون این دوتاست که داره با همدیگه میجنگه یک فیر ترسیه که مغز داره که خدای نکرده خطری برای شما باشه و یک گرید هست یه هرس زدن هست که قلبتون داره برای که بیشتر و بیشتر و بیشتر, و بیشتر موفق بشید بنابراین شما وقتی میخوایید در حوزه مدیریت در حوزه سرمایه گذاری تصمیمی بگیرید چیزی که ما در بحث مدیریتی مخصوصا در ریسک منیجمنت خیلی بهش اشاره می کنیم میتیگیشن هست کاهش درصد خطا با اتخاذ تصمیمات پلکانی اگر بخوام خیلی ساده به فارسی توضیح بدم به این شکل خواهد بود من الان میام یه سرمایه گذاری میخوام بکنم حس خوبی دارم میگم همه پولامو میذارم توی این قضیه یک نفری که متخصص این کار هست استاد این کار هست مثل استاد محمد حالکوی میاد به من یاد میده و میگه سرمایه گذاریت رو پلکانی انجام بده همه پولت رو نذار بیا یه قسمتشو الان بذار این ارزو بگیر یه قسمتشو بذار اینجا یه قسمتشو بذار اینجا این رو ما میگیم میتیگیشن پس میتیگیشن و البته هم بگم فقط در بحث های بازارهای مالی یا ارز دیجیتال یا فارکس و سرمایه گذاری فقط نیست تا توی همه حوزه این جواب میده شما الان میخواید مثلا یک زمینی رو بخرید یه سرمایه گذاری رو توی ملک بکنید طبعا دو تا تصمیم میتونید بگیرید یه ملکی که احتمال رشدش خیلی زیاده همه پولتون رو بذارید و یا با روش و استراتژی ریسک منیجمنت که یک روش و استراتژی بسیار هوشمندی است بیاید و سبد سرمایه گذاری خودتون رو سبد خرید خودتون رو پلکانی کنید بیاید یا چند تا زمین بگیرید با قیمت های مختلف یا همون زمین رو بیاید در قسط های مختلف پرداختیش رو انجام بدید یا قراردادی ببندید که اون قرارداد مدتدار هستش و در واقع علا رقم این که ممکن است سود بسیار ایدئال شما کم کنه ولی آقلانه تر هست و میتونه کمک کنه درصد شکست شما رو محدود کنه به این ما میگیم میتیگیشن استراتژی که یکی از مهمترین تصمیماتی است که در حوزه اقتصاد شما میتونید بگیرید در هر سرمایه گذاری فراموش نکنید و نکنید و نکنید که شما وقتی میخواید حالا به هر دلیلی اخبار فاندمنتالی خوندید عزیزی به شما سیگنال داده دوستی به شما معرفی کرده علاقه من دید که برید در یک کشوری مهاجرت بکنید دوست دارید که با یک آقای یه خانمی ازدواج بکنید میخواید بچه دار بشید میخواید نمیدونم خونه بخرید میخواید نمیدونم ماشین بخرید میخواید سرمایه گذاری بکنید توی بازار بورس ایران توی بازار بورس آمریکا فرقی نمیکنه شما در هر سرمایه گذاری خودتون مرحله اولتون باید باشه Identifying the situation مرحله دوم Analysis of the situation مرحله سوم Decision and execution و تصمیم گیری اما مرحله چهارم و مهمترین مرحله Mitigation شما باید اون تصمیمی که دارید میگیرید رو یک مکانیزم پلکانی روش سوار بکنید حالا هر تصمیمی هست باز من مثال زدم از ازدواج گرفته تا دانشگاه رفتن گرفته تا سرمایه گذاری برای خرید ملک و نمیدونم بازار بورس و سهام و همه و همه و همه و همه حتی در استخدام افراد حتی در قراردادهای کاری هر سرمایه گذاری که میخواید بکنید مهمترین رمز موفقیت شما ترسیم میتیگیشن پلان شماست طرح پلکانی شماست چون اون طرح پلکانی باعث میشه که شما اگر سود کنید که نوش جونتون اگر ضرر کردید حداقل کنترل شده باشه قابل وریفیکیشن باشه این اصطلاح رو فکر میکنم توی برحال مناظرهای انتخاباتی و برحال رسانه های آمریکا خیلی آقای اوباما را ازیاد رو اذیت میکردن روی این قضیه که به حال شما این قراردادی که داریم میبندی نمیدونم فلان برای آمریکا مفید نیست فلان این حالا بحث های حاشیه است برای پنج علاوه یک پنج وقتی ما میگیم اوزای پنج عضو سازمان ملل هست که در واقع حق وتو دارن مثل فرانسه انگلیس آمریکا روسیه و چین این پنج کشور در واقع اون پنج کشور اصلی سازمان ملل هستن که حق تو دارن به علاوه یک میشه آلمان چون آلمان جزو اون پنج تا نیست وقتی میگیم پنج به علاوه یک منظورمون این پنج کشور و آلمان هستش مذاکرات پنج به علاوه یک با ایران و در اون با آقای اوباما همش میگفتن که شما چه تضمینی داری ایشون میگفت تضمین ما وریفیکیشن ماست یعنی ما یک نوکلیر دیل یا یک تفاهم نامه جی سی پی این برجامی رو با ایران داریم امضا میکنیم که پلکانی وریفیکیشن یعنی در این مرحله اینجا باید وریفای بشه در این مرحله باید وریفای بشه بعد تاییدیه گرفته بعد این مرحله تاییدیه و بعد در آخر به موفقیت ممکنه برسه یا نرسه ولی این روش مذاکره هست روش سرمایه گذاری هست شما باید یک میتیگیشن پلان داشته باشید میتیگیشن پلن شما تضمین کننده موفقیت شماست اگر یک نگاه بکنید در این من میگم دو سال گذشته چهار سال گذشته از هر سالی که وارد سرمایه گذاری شدید از اون موقعی که توی برحال سیستم هایی بود در گذشته سرمایه گذاری میکردن تا بازار مسکن تا بازار بورس ایران تا بازار فارکس ارز دیجیتال توی هر زمینه اگر وارد شدید و ضررهای بزرگ کردید اگر خوب برف من فکر کنید یادتون میاد که اون روزی که داشتید دکمه رو میزدید و واریزی رو انجام میدادید یا پول رو میذاشتید یه لحظه شما تصمیم گرفتید همه پول رو بذارید و همون باعث شد که به یک بار ضرر کنید در حالی که اگر فقط میتیگیشن پلان داشتید یا برنامه ریزی پلکانی داشتید صد درصد اون ضرر بزرگ نمی کردید و صد درصد از اشتباه خودتون درس می گرفتید اگر هم سود کردید که نوش جونتون یعنی هیچ وقت جرموش نکنید اگر شما سود بکنید که خب بحثی نیست مشکل اونجاست که اون سکه Life is nothing but two sides of the same coin Pain and pleasure درد و لذت دو روی یه سکه است فردی که احساس میکنه موفقیت یک مفهومه سولو و تک هست اشتباه داره میکنه موفقیت بدون شکست که اصلا وجود نداره من سالها پیش یه عزیزی از من پرسید که دلیل موفقیت تو زندگی چیه؟ دلیل موفقیت چی اگر بخوای به کسی توصیه بکنی؟ گفتم من فقط یه جمله دارم تا میتونی شکست بخوری یا جمله معروف آقای دنزل واشنگتن File, fail, فیل بیگ <réalité> بزرگ شکست بخور تو زندگی افراد موفق اگر بگردید حالا بنده که جزوشون نیستم ولی اگر بگردید میبینید شکست های بزرگ خوردند اصلا دلیل موفقیت های بزرگشون شکست های بزرگشونه fail big if you're gonna fail fail big میخوای شکست بخوری بزرگ شکست بخور پس اون چیزی که در زندگی شما رو موفقیت موفق میکنه اون شکستاتونه جمله معروف یه اصطلاحی هست در انگلیسی که فکر میکنم از فورمر پرایم مینستر وینسن چرچیل بریتانیای کبیر هست از آقای وینسن چرچیل هست که ایشون میگه those who do not make mistakes make nothing انسان هایی که اشتباه نمی کنند معمولا هیچ کاری نمی کنند پس فراموش نکنید این توهم و تصوری که منشأ گرفته از سیستم معیوب آموزشی ماست در گذشته که همه ما ویکتم و قربانی اون هستیم نه فقط در ایران در همه جای دنیا سیستم های آموزشی که بر مبنای اون چیزی که الان توی مدارس و دانشگاه میبینید یه سیستم معیوبیه دیگه سیستم دیزایند فور فیلیره طراحی شده برای شکست نه برای موفقیت شما سی تا بچه مظلوم رو میذاری توی یه کلاس که هر کدوم از اینا یکیشون باید دیوید بکام بشه یکیشون باید بیل گیتس بشه یکیشون پروفسور حسابی بشه یکیشون تو ریاضی یکیشون توی ژنتیک یکیشون توی ورزش یکیشون توی هنر یکیشون تو خوانندگی بعد همه اینا میذارید توی کلاس بعد به همشون میگی دو به علاوه سه میشه چند تا و بعد همه رو هم با یک خطکش میخواید اندازه بگیرید من فکر کنم همتون اون میم رو دیدید که یک میمون و یک زرافه و یک دونه فیل و یه مورچه و یه دونه کرگردن همه رو گذاشتن بعد یه امتحان گذاشتن اونم امتحان بالا رفتن از درخت خب معلومه میمون نفر اول میشه بقیهشون همه صفر میشن این مدارس ما و دانشگاه های ماست یه سیستم آموزشی است دیزاین فور فیلیر طراحی شده برای شکست چون یه سیستم داره و میخواد همه رو کانفرم بکنه به اون یک سیستم انسان ها هم که هر کدوم پتانسیل های ذاتی بسیار قوی در خودشون هست و معلم وظیفهش اینه که ادویکیشن به وجود بیاره دقت کنید ادویکیشن از ای میاره دیگه ای یعنی چیزی که از درونتون بیاد بیرون مثل ایموشن احساسات مثل ایجکت دکمه ایجکتو رو میزنید سی دی از کامپیوتر میاد بیرون در حالی که اینجکت یعنی تزریق کردن یا ایروپشن که وقتی آتش فشان میزنه بیرون درسته یا مثلا امیگریشن که میشه مهاجرت به بیرون از کشوری و امیگریشن یعنی مهاجرت به کشوری برای همین حرف اضافه ای اول لغت یعنی از درون بیاد بیرون ادویکیشن یعنی اون استاد یا معلم کاری بکنه تا علم از درون شما بیاد بیرون وقتی معلم یا استاد یک مفاهیم قرنها گذشته رو میخواد در ذهن شما تذریق کنه اون اسمش شستشوی مغزیه دیگه اون اسمش کودن کردن انسان هاست نه شکوفا کردن انسان ها شکوفا کردن انسان ها مستلزم اینه که فردی مثل افلاتون یا پلیتو بیاد به شاگرد خودش ارسطو ارستو درس بده و بعد ارستو بیاد افلاتون رو زیر سوال ببره و بگه اکدمی های تو به درد نمیخوره من لایسیات تحسیس میکنم و بعد این شاگرد از استاد خودش گلتر کنه این میشه آموزش دیگه آموزش یعنی شاگرد شما از شما رشد بیشتری داشته باشه دیگه این میشه آموزش برای برای رسیدن به موفقیت فراموش نکنید همیشه این دوگانه بین شکست و موفقیت باعث موفقیت شما میشه اگر شما از شکست دارید فرار میکنید پس در واقع از اون ور بوم میافتید دیگه اصلا موفق نمیشید چون این دایکارمی یا این دوگانه تضمین کننده موفقیت شماست برای همین داشتن یک میتیکیشن پلان میتونه خیلی مفید باشه It can be characterized by who is responsible for its action Each of these characteristics are necessary for a risk to be valid جمله که جلسه پیش روش کار کردیم ولید یا مشروع برای اینکه بخواید شما به یک موفقیت مشروع برسید و تصمیمی که میگیرید تصمیم درستی باشه باید حتما تشخیص بدید درصد اپورتونتی فرصت در این ریسکو و کرایسیس یا بحران رو این اوردر تو بی منیجد اگر بخواید مدیریت مؤثری داشته باشید the risk and opportunities که بهش میگن R&O R یعنی در واقع خطرات این سرمایه گذاری و فرصت هاش identifies must be precise باید خیلی دقیق باشه and specific و خیلی مشخص باشه as possible تا میتونید the title of the risk or opportunity must be succinct and self-explanatory and clearly defined بچه این حتما بنویسید self-explanatory یعنی خودش بتونه خودش رو تعریف بکنه and clearly defined و دقیقا تعریف شده باشه all members of the project Can and should identify RNO and the content of these responsibility of the risk owners. Risk managers are responsible for ensuring that a formal process by the formal for identifying risks and developing response plans are conducted through exchange with risk owners. We will explain each of these roles in further details in our next articles, risk management. رولز. از اینکه با ما همراه بودید در این جلسه جذاب ریسک منیجمنت از شما بسیار ممنون هستم در جلسات آتی سعی کنیم در مورد حالا ارزشیابی ریسک و ریسک اسسمنت بیشتر با هم صحبت بکنیم و اینکه مفهومی رو که در ابتدا با هم شروع کردیم یعنی کوالیتیتیو اسسمنت اون ارزشیابی کیفیتی و کوانتیتیتیو اسسمنت یا ارزشیابی کمی چطور میتونه به ما کمک بکنه در اینکه تصمیمات بسیار درستی رو بگیریم در حوزه اقتصاد فراموش نکنید تضمین کننده موفقیت شما در بازارهای مالی کنترل ریسکتون هست و کنترل ریسک یه کار کاملا علمیه که شما میتونید از طریق identifying the situation تشخیص موفقیت دو analysis of the situation آنالیز موفقیت و آنالیز اون در واقع حوزه‌ای که می‌خواید واردش بشید و درصد موفقیتتون و سه your decision and execution اون تصمیم گیری شما در خرید اون ارز مورد نظر یا اون سهام و چهار موضوعی که امروز روش خیلی کار کردیم mitigation plan یعنی داشتن یک طرح پلکانی برای اینکه بتونه کنترل بکنه درصد موفقیت شما رو و از همه مهمتر پنج monitoring your success چون فراموش نکنید وقتی یک تصمیمی رو در بحث های سرمایه گذاری میگیرید مهمترین چیز در ریسک منیجمنت شما اینه که شما بتونید مانیتر بکنید یعنی یک پست مورتم ریپورت داشته باشید از اتفاقی که افتاده یعنی در واقع یک گزارش پس از سرمایه گذاری داشته باشید که دقیقا مشخص بشه که یک اگر اون سرمایه گذاری که کردید اون یو و بریتیش پاوندی که تهیه کردید اون بازار طلایی که وارد شدید اون سرمایه گذاری رو نفت یا روی ارز دیجیتال یا روی بیت کوینی که کردید حالا بعد از یک معامله یک ساعته یا یک ماهه یا چند ماهه حالا شما چقدر سود کردید یا چقدر ضرر کردید این رو باید مانیتور بکنید تمام فاکتورهایی که باعث موفقیت یا شکست شما شده رو محاسبه بکنید تا در آینده بتونید تصمیمات بهتری رو در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری انجام بدید از اینکه با من همراه بودید در بیستمین جلسه آموزش انگلیسی با زبان اقتصاد از شما بسیار ممنون هستم فراموش نکنید که شما برنامه های ما رو در کافه تری تیوی میتونید بر روی ماهواره یاخصد بر روی سوشال میدیا، تلگرام، حتی یوتیوب به صورت زنده و ضبط شده دنبال بکنید فراموش نکنید که شما میتونید برنامه ها رو در کافه تری تیوی دنبال بکنید مخصوصا برنامه های آموزشی که بسیار با کیفیت و با تلاش 24 ساعته اون چیزی که ما تو انگلیسی بهش میگیم round the clock round the clock effort واقعا پشت این دوربین خب من به خوبی میبینم که dozens of people ده ها و صدها جوان بسیار میتونم بگم متفکر پرتلاش متخصص هستند و این برنامه های بسیار با کیفیت رو بسیار ارزشمند رو در اختیار شما دارن قرار میدن در کافه تری تیوی و امیدوارم که بتونید برنامه ها رو دنبال بکنید و استفاده لازم رو ببرید تا دیداری دیگر شما رو به خدای منان میستفارم امیدوارم همیشه شاد باشید سلامت باشید و سربلند فراموش نکنید هیچ چیزی تو این دنیا به اندازه اون لبخند نازنین روی لبهای شما ارزشمند نیست Don't ever Forget that. Never forget that the only valuable thing in this world is your precious smile. Don't let anyone steal that from you. Wish you guys all the best. Bartun digar bedru. Take care everyone. Take care of yourself and take care of each other. Bye-bye.